رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. برنامه ری میگیریم بیانان عزیز و عزیزان در این منزل از برنامه با دو شخصیت صاحب نظر هستیم، یکی سکا خانم دکتر میسرا بابک عزیز در انگلستان و آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام در دنور. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما. درود گرم تقدیم شما و همه عزیزانی که صدای و تصویر ما رو میشنون. آقای مهبود ممنون. آقای دکتر نوریالا درود بر شما. من هم سلام میکنم خدمت خانم دکتر بابک، جناب عالی، بینندگان و شنوندگان این برنامه. دقیقا منزل از برنامه میخواییم راجع به سخنان شاهزاده رضا پهلوی در نشست محافظه‌کاران صحبت بکنیم. به نظرم سخنرانی خیلی درخشان، یعنی همه چیزهایی که در دل ما بوده یه سالیان سال یک جا جمع بندی شده بود و در هیئت یک سخنرانی مؤثر و رسا بازگو شد. که خانم بابک عزیز دوست کنن درباره در این باره حتما ما توضیح بدن. اما یک نکته هست که بعد از این ماجرای سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ فراموش نکنید که شمار زیادی از چهره‌های رسانه‌ای ما از کتل کردن شاهزاده سخن گفتن، از حذفش سخن گفتن، آرزوی حسفش رو کردن. مباد اتفاقی که برای ترامپ افتاد برای شاهزاده رضا پهلوی رخ بده، اون یک نفره. در نتیجه من تصور میکنم که جامعه ایرانی باید به فکر باشه. من آخرین باری که شاهزاده رو در یک جمع دیدم متوجه شدم که خلای امنیتی در اطرافش خیلی خیلی زیاد. یعنی هر آن هر کس هر کاری بخواد انجام بده، سوید نیتی اگه داشته باشه میتونه این رو اجرا کنه. این عراق به نظرم رسید، با سلام داشتم صحبت میکردم، این نگرانی هست، امیدوارم که این خلای امنیتی پر بشه و ایشون هم میشه هم مورد محافظت هم دقت بیشتری بشه در دعوت هایی که از شاهزاده رضا پهلوی به عمل میان. حالا نمیدونم نظر دوستان چیه. خانم دکتر نظر شما چیه؟ دقیقا به مسئله خیلی خیلی مهم شما دست گذاشتید. ما میدونیم که با وقاحت تمام و با صراحت تمام بارها اینو اقرار کردن و صحبت کردن بر علیه شاهزاده که باید حذف بشه و حتی بایدن هم یه همچین کاری رو کرده. حتی امروز بایدن وقتی صحبت کرده مقایسه کرده و گفته این بد بود، 6 ژانویه هم بد بود. یعنی اصلا توی همچین شرایطی بایدن نباید مقایسه هم میکرد. اما در مورد شاهزاده متاسفانه به نظر میاد تا به حال هر بار که ایشون رو در جمع‌های مختلف دیدیم اون امنیت رو نمیتونیم و اینم من شخصا خیلی خیلی نگران هستم، خیلی، برای اینکه آرزوی هست به ایشون رو دارن، برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی به واقع تنها فردیه که مردم میتونن بهش اعتماد کنن. ببین آقای میبودی، من عزیز روانشناسی و روانکاوی به دور از هر گونه تعصب صحبت میکنم و نه پادشاهی خواهم نه جمهوری خواهم، من یک آزادی خواهم، چه فردا جمهوری بشه چه پادشاهی، مهم اینه که پارلمانی بشه و ما یک سمبول داشته باشیم. این خیلی خیلی به خصوص از نظر جغرافیای کشور ما با وجود این همسایه هایی که بسیار نگران دموکراسی هستن برای فردای ایران و همچنین دشمنانی که میخوان تیکه تیکه بکنن این ایران بانوی اسیر ما رو، خیلی مهمه که یک فرد یک سمبول ما داشته باشیم تا بتونن جمع جور بکنن. و امیدوارم که ببین آقای میبودی، دنیای غرب صدها ساله که دموکراسی رو آموختن ولی ما خیلی خیلی تازه است برای اصلا نیست. تازه ما میخوایم تاتی 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 بکنیم برای این مسئله و اگر مراقب نباشیم به راحتی، حتی من بارها تو سخنرانیام گفتم جمهوری اسلامی بالقصد چند اسلحه پخش میکنه که ایران رو ویرانتر بکنه. یعنی انقدر راحت میتونیم ما یک جنگ داخلی رو شاهد باشیم اگر با خرد ورزی و درایت به این سرمایه که شاهزاده رضا پهلوی نگاه نکنیم. ایرادهای بنی اسرائیلی که گرفتن، ببینید همیشه این مخالفین قلم و کاغذ تو دستشونه، گوش نمیدن او نوعی چه میگوید، فقط دارن سعی میکنن که چه میتونن از توش در بیارن
تویستش بکنن، بچرخوننش بر علیه طرف. من خیلی وقته، یعنی مدت خواست، به خصوص بعد از پیمان نوین، من شروع کردم به تحقیقات بیشتر، برای اینکه حرکت ایشون خیلی جدی تر شد و سعی کردم از 20 سالگیش روان ایشون رو با کلیپ های مختلفش نگاه کنم و باره حرفه ایم تحلیل کنم و واقعا هر بار که بیشتر بیشتر دقت کردم و هرچی سالها بیشتر گذشت بعد از پیمان نوین، من به خلوص نیت و دغدغه مندی این فرد و از همه مهمتر نداشتن خودشیفتگی و منیت این فرد بیشتر باور کردم. چون به واقع من با بسیاری از رهبران صحبت کردم، شدیداً مشکل خودشیفتگی دارن، شدیداً مشکل منیت دارن و اینشون واقعا یک سرمایه که از نظر روانی این مشکلات رو نداره. این مشکلات بسیار جدی آقای میبودی، از خانه تا جامعه تا فرهنگ تا مذهب تا سیاست، که ما همیشه این دیکتاتورها رو در تاریخمون دیدیم و در تاریخ غرب هم حتی داریم میبینیم. به هر حال این مسئله خیلی مهمه که امنیتشون رو در نظر بگیریم بیشتر و بیشتر و در کنارش هم نگاه کنیم ببینیم که چه میگوید. موضوعی که اینا خیلی مخالفت کردن و سریع شمشیر بلند کردن، که بعضیاشون نفوذی ان، بعضیا پروژه بگیرن، بعضیا هم مثلا عاشق اینن که پهلوی ستیزی کنن، یعنی عقده های درونی 57شون که نتونستن موفق بشن، حالا میخوان بر سر پهلوی و از شاهزاده سر اون خالی کنن. یعنی یک فاجعه است این به اصطلاح روشن فکران و خوب بخور، والا من که نمیتونم بهشون بگم روشن فکر. به هر حال سخن کوتاه میکنم دکتر نوری علا صحبت بکنن و بعد من ادامه میدم در مورد سخنرانیشون. هم جالبه یک مدیریتور من آرده هم یعنان هم کومیدین هم هست، یه جمله رو گفته، دو جمله، یکی من دو چیز رو امروز از دست دادم، یکی اتوبوس رو، یکی گلوله‌ای که قرار بود به هدف بخوره و نخورد. ایشون رو دارن به دادگاه میکشونم از بابت هم یه حرفش، یعنی میگن تشویق ترور هم تروره، فرقی نمی کنه. شما بیری در برابر قاتل، یعنی کارش هم از دست داده. در اینجا در بین ما کسانی در رسانه ها ظاهر میشن که به صراحت از حذف شاهزاده سخن میگن. حذف هم یعنی ترور، از کتلت شدن اون سخن گفتن. راست راست هم دارن راه میرن، هنوز هم دارن برنامه میدن. آقای نوری علا بفرم. بله، عرض کنم که این دوتا موضوعی که مطرح شده خیلی به هم ربط داره، یعنی یکی سخنرانی شاهزاده، سخنرانی اخیر ایشون، و یکی در خطر بودن جان ایشون. این دوتا خیلی به هم مربوطن، برای اینکه من فکر میکنم که اگر سیر زندگی ایشون رو نگاه بکنیم، خب ایشون مثلا 20 سالش بوده، نمیدونم اون انقلاب رخ داده، یه آدمی که تربیت داشت میشد برای اینکه شاه آینده ایران باشه، یک مرتبه با یک خلأ اینگونه روبرو میشه و میگن بهش که آقا این ملت شما و خانواده شما رو نمیخوان و ردشون میکنه. و در این سیری که ایشون طی کرده، من اولین باری که ایشون رو دیدم ژانویه 2011 بود، یعنی که الان حدود 13 تا 13 سال و نیم از اون مدت گذشته. و وقتی که گوش میکنم به سخنرانی ایشون در این کنوانسیون، عرض کنم که محافظه‌کاران ناسیونالیست در امریکا، میبینم این آدم با اون آدم چقدر فرق کرده. و این فرق کردن که حالا از لحاظ لبانی خانم دکتر تشریف دارن و راجع بهش صحبت میکنن، اما از نظر من یه معنای خاصی رو داره. من یادمه که وقتی که در سال 2011 که 2010 در واقع که جنبش سبز در ایران برقرار بود و ما به این نتیجه رسیدیم که این جنبش یک جنبش سکولار هستش، خیلی واضح بخواب از این سرفه، و در فاصله خرداد ماه تا دی ماه اون سال مردم ایرانی که از یا حسین میر حسین و الله اکبر رو پشت اونا رافت داده بودن و رسیدن به اینکه جانم فدای ایران و ما یک جمهوری ایرانی میخواهیم نه یه جمهوری اسلامی، خب این نشان میدادش که در
جمعیتی که آمده به خیابون و نسل تازه که آمده، عرض کنم که عده سکولار هستن. اما وقتی که به خواست شاهزاده من و چند تا از همکارانم در شبکه سکولارهای سبز رفتیم به واشنگتن و اولین دیدار ما دست داد و ما به ایشون گفتیم که ما معتقدیم که باید یک آلترناتیو سکولار دموکرات به وجود بیاد و عرض کنم که میخواییم که از مردم بپرسیم که چه کسی رو به عنوان نماد و رهبر و پرچمدار و هر اسمی که میخوان بگذارن، و ما تشخیص میدیم که شما چنین شخصیتی رو دارین. ایشون خیلی راحت من گفتن که خیلی فکر خوبیه، برای که من واقعا نمیدونم که آیا من 6 تا طرفدار دارم، 60 تا دارم، 60,000 تا دارم. میخوام بگم که این رابطه ای که بین یک نماد و مردمش برقرار میشه هستش که تحولات روانی یک چنین آدمی رو موجب میشه. یعنی وقتی که من میبینم که ایشون میره در اون کنوانسیون و با استحکام کامل صحبت میکنه و از اینکه من چنین چیزی را نمیپذیرم واژه من رو به کار میبره، این نشانه اعتماد به نفسی است که ما ایرانی ها به ایشون نشون دادیم. ما گفتیم که شما وکیل ما هستید، شما سخنگوی ما هستید، شما پرچمدار این جریان هستید، به انواع زبان ها این رو گفتیم. خب وقتی که چنین مسئله شکل میگیره، تازه اول دردسر شروع میشه، برای اینکه دشمنی که تا حالا میگه آقا یه ولیعهدی از یه سلسله‌ای که منقرض شده و رفته و کاری به این کارا نداره، یهو متوجه میشه که هر چقدر که نسل جوانتر شده، جوانها بیشتر به ایشون گرایش پیدا کردن، خب نگران میشن، میبینن که یه آلترناتیوی داره شکل میگیره که همه اینها رو دپاسه میکنه به قول فرانسوی ها. من امروز داشتم توییتر رو نگاه میکردم، واقعا وحشت کردم از میزان حمله ای که به ایشان داشت صورت میگرفت. یعنی که هر چقدر که ایشان در مقام خودش به عنوان وکیل ملت ایران تثبیت میشه، همونقدر هم حمله ها بهش بیشتر میشه. و در جوف این حمله ها هست که آدمایی که واقعا به نظر من به قدری ماجراجو و حتی میشه گفت جنایتکار هستند که لفظ کتلت شدن رو در مورد ایشون به کار میبرند و میگن ایشون باید از صحنه سیاسی حذف بشه، به قول شما راست راست هم راه میرن توی تلویزیون های خیلی بیننده هم ظهور پیدا میکنن و این مطالب رو به صراحت میگن. من فکر میکنم که واقعا باید ایرانی هایی که شاهزاده رو عرض کنم که نماینده خودشون، وکیل خودشون میدونن، از اینها شکایت بکنن به کشورهایی که اینها در اونجا ساکن هستن، چون اینها دارن تشویق به جنایت میکنن. تشکر میکنم. ببینیم که شاهزاده در این سخنرانی اخیر چی گفته. به نظرم سخنران خیلی پرسلابتی بود و بسیار مؤثر و بسیار گویا. این قاعدتاً باید هر آمریکایی رو قانع بکنه که مردمانی در گوشه از دنیا زندگی در یک گوشه خیلی مهم در منطقه استراتژیک که متحد واقعی ملت آمریکا است، این مردم رو دوست دارن، واقعا دوست دارن. از سر سر همین اخیراً یه توریست آمریکایی رفته بود ایران، فیلم ویدیو تهیه کرده گذاشته روی یوتیوب، میگه که به ما همیشه در رسانه ها گفتن که مردم ایران دشمن شما هستن. هر جا رفت یه جا لبو خورد، هر کاری کرد لبو فروش از فروش لگه، گفت کجای هستی؟ گفت آمریکایی. گفت مهمان من. راننده تاکسی ازش پول نگرفت، رسوندش به مقصد. گفت کجایی هستی؟ گفت آمریکایی. بعد بود پرسید که تو کیو دوست داری تو آمریکا؟ گفت دونالد ترامپ. راننده تاکسی رو خانم دکتر باقی بفرمایید. نوبه شما. این موضوعی که نوری حالا مطرح کردن خیلی مسئله مهمیه در مورد مخالفینش. ما میدونیم که دشمن خیلی خیلی زیاد داره، شاهزاده و ایران بانوی ما، اینا همه دشمنان ایران ما هستن، از جمهوری اسلامی گرفته تا چپهای فسیلی 57. من به جرئت میگم، چون وقتی میگم فسیلی به سن نیستش بلکه به افکاره،
و همچنین تجزیه طلب ها. مسئله اینجا اینه که این مسئله خیلی مهمه. الان با این اتفاقی که برای ترامپ افتاد، الان تمام توجه رفته رو دموکرات ها و وحشتناک، ما میدونیم در طول این چند سال وحشتناک، یعنی به صورت خیلی جدی سرمایه گذاری کردن که ترامپ رو از جوانب به مختلف داغونش کنن و حذفش بکنن، اگر نه فیزیکی، فقط از دیدگاه مردم، و اینی که مردم دیگه نخوان و اجازه نداشته باشه که خودش کاندید بکنه، خیلی خیلی تلاش کردن. و این من فکر میکنم از یک جهت میتونه خیلی مفید باشه برای شاهزاده و برای کسانی که همونطور که دکتر نوری علا گفتن، خیلی مهمه که واقعا دولت ها الان باید خیلی جدی بگیرن. اتفاقی که برای ترامپ افتاد بسیار میتونه دنیای غرب رو تغییر بده، خیلی خیلی جدی تغییر میده. ببینید حماس وقتی که اومد 7 اکتبر اون جنایت وحشتناک رو کرد، جنایت وحشتناک تاریخی که بر یهودی ها همیشه بوده. ما دیدیم که چپ ها، چه غرب و چپ های خودمون چقدر دفاع کردن. حتی بی بی سی حاضر نبود بگه حماس تروریست. اینا یک فاجعه است. حتی بی بی سی وقتی که داشت اعلام میکرد همون روز نگفت اصابت کرده، حتی حاضر نبود بگه به گوشش اصابت کرده. یعنی اگر یک میلیمتر این ورتر بود میتونست مغزش رو متلاشی بکنه. اما از یک جهت هم میتونیم میمون و مبارک بدونیم این قضیه رو، برای اینکه میتونه سیاست دنیای غرب رو تغییر بده. حالا برگردیم سراغ خود شاهزاده. شاهزاده تواضع همیشه از خودش نشون داد. به نظر من 88 که اومد دستبند سبزم بست، دقیقا نشون داد که من به دنبال هیچ رهبریتی نیستم. ایران تغییر بکنه، برای مردم ایران بهتر بشه. باز دیدیم که چقدر تلاش کردن که همون مسئله رو تخریبش کنن. پیمان نوین که شروع شد به نظر من یکی از بهترین ها بود، از چپ و کموله و این بر و اون بر و سلبریتی دور خودش جمع کرد تا رسیدیم به مهسا. دیدیم هر بار تلاش کردن لهش کنن، یعنی هر کاری که شاهزاده میکنه اینا تلاش میکنن که ناک اوتش بکنن و از بین ببرن حرکت مثبتشون. دائما ازش بدگویی میکردن، میخواستن رضا شاه بشه، میخواستن حتی طرفداران بعضی از افراطی های خودش و یا نفوذی ها. ایشون نه پدرشه و نه پدر بزرگش. ایشون یک شخصیت کاملا مستقله که با دنیای قرن 21 روبروست و این خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی ما باید بسیار خوشنود باشیم با مردی طرفیم، با بزرگ مردی طرف هستیم که روزانه نگاه میکنه به دنیای مدرن روزش، به دنیای سیاست روزش، و با اینکه این همه بلا سرش اومده خیلی راحت میتونست دیکتاتور بشه. همین رو پوشش میگه. اگه یادتون باشه از بعضی از ایتیستای مخالفش تله میذاشتن، از مخالفین این ور اون ور، از هر جناحی تله میذاشتن که باید حزب درست کنه، باید اینجوری بشه، باید اونجوری بشه. اینا همه برای من همیشه همون موقع میگفتم دارین تله براش باز میکنید، و خوشبختانه گوش نکرد. فراجناحی رو خیلی جدی گرفت، همونطوری که دکتر نوری علا گفتن. این دقیقا نشان دهنده تواضع یک فردیه که کوچکترین خودشیفتگی نداره وقتی میگه من باید بدونم چقدر طرفدار دارم. نمیره تو کوکولند خودش بگه همه طرفدار منن، میکشم، قدرت رو به دست میگیرم. و این همین یک جمله برای من بسیار بسیار ارزشمند بود که خواست بدونه واقعا آیا مردم منو میخوان. من که به فکر ملت ایران و خود ایران هستم، آیا مردم که حقشون دیست، یعنی دموکراسی حقشون هست، آیا میخوان که من همراهشون باشم؟ من که همیشه میخوام ایران من آزاد بشه. این یک مسئله است. مسئله دیگه در هر صحبتهاش سعی کرد همون تواضع شما دیدیم، ولی این بار firm and kind بود، firm بود، بادی لنگویجش خیلی قدرت داشت. خب تو اجازه داشته باشید خانم دکتر، تو اجازه داشته شما بازار را یه عبور کنیم، یا تو ماشه تو کجا اومدی؟ تو کجا اومدی؟ خب برابر بمیگیریم با سکا خانم دکتر میترا بابک عزیز در بریتانیا و همیتو آقای دکتر اسرائیل نوریالا در ایالت دنور در کلرادو. بفرمایید خانم بابک، داشتید میگفتید. خواهش میکنم اگه یادتون باشه بزرگترین و سریعترین کاری که کردن در مورد ظاهرشاه، زمانی که ایشون در مورد ظاهرشاه گفتن، یعنی
اصلا چنان اینا پیچوندن و تویستش کردن صحبت ایشونو که اصلا ربطی به انتقاد اینا نداشت. به نظر من صحبتش بسیار بسیار مهم بود در مورد ظاهرشاه. ظاهرشاهی که 40 سال تلاش کرد مدرنیزه کرد کشورش رو، به هیچ گروه خاص و حزب خاصی خودش نداشت و سعی کرد با آمریکا، با شوروی، با همه همراه بود، حتی جنگ جهانی اولم اعلام بی‌طرفی کرد و سعی کرد افغانستان خیلی متفاوته، اقوام های مختلف و تعصبات مختلف خیلی خیلی، به خصوص وقتی طالبان اومد، به خصوص وقتی القاعده رفت اونجا، یعنی راه باز شد که همیشه تروریست های جهادی اسلامی اونجا قدرت بگیرن. و زمانی که خواستن مردم، این پدر ملت اسمش گذاشتن پدر ملت، و و زمانی که خواستن این پدر ملت دوباره بیاد و این افغانستان پسا طالبان رو دوباره دور هم جمع بکنه، همین صحبت قبلی من، ما احتیاج داریم به شخصیتی مثل شاهزاده که ایران ما رو بتونه یک پارچه نگه داره، و ظاهرشاه به راحتی میتونست این کارو بکنه، ولی متاسفانه بیخردی غرب و به قول شاهزاده ساده لوحی غرب و نداشتن آگاهی و شناخت از اسلام، اسلام خودش سیاسیه، اسلام سیاسی ما نداریم، نداشتن حتی تا الان هم به نظر من اینا به اندازه کافی نمیدونن معنای واقعی اسلام چیه، و نداشتن این شناخت واقعی از اسلام و خود خطر طالبان، و از همه مهمتر این طایفه ها و اقوام مختلف که بسیار میتونن، و به خصوص وقتی که طالبان اومد خیلی اینا رو به عقب برگردون و تعصبات پدری و مادری اینا رو خیلی بیشتر کرد. 20 سال همون بایدن بزرگترین خیانت رو به افغانستان کرد، اونچنان فرار کرد و ارتش خودش رو برد، اون فاجعه رو یک خیانت تاریخی من گفتم همون موقع، و گفتم 20 سال آقای میگودی، 20 سال اینا یک دموکراسی شنی درست کردن، فرهنگ رو نمیشناختن، دین رو نمیشناختن، و برای نسل جدید یک دموکراسی شنی درست کردن که با یک طوفان آمد و رفت. 20 سال طالبان زیر گوششون بود تو همون کشور و در پاکستان مدرسه داشتن اینا، بچه های مصروم رو شستشو مغزی می دادن، و اینا اومدن 20 سال، من اولین تنها کسی بودم، تنها روانکاو و روانشناس ایرانی بودم که هر هفتگی برنامه داشتم در تلویزیون افغانستان، و چقدر این بچه های جوان جون گرفته بودن، اما خبر نداشت. پدر مادرها این چنین نبودن. ببین این خیلی مسئله مهمیه. پدر مادرها فکر با تمام رفتارهایی که طالبان و شستش و مغزی که طالبان میداد در کنار اسلامش، پدر مادرها فکر میکردن بچه هاشون دارن از راه بدر میشن با این دموکراسی. یعنی حجاب رفته بود کنار، برنامه های مختلف گذاشته بودن، تو 20 سال بود. و این یکی از بزرگترین خطاهای آمریکا بود، چه زمانی که با شوروی جنگید و مجاهدین رو به مجاهدین کمک کرد، و چه پسا طالبان و حمایت نکردن ظاهرشاه. مقصد و منظور شاهزاده این بود که نگاه کنید به جامعه، نگاه کنید به فرهنگ زمان، همین زمان اون جامعه، بعد شما نگاه کنید، نه از روی صحبت هایی که دیگران میان در گوش شما میخوانند، و نه اینکه به ظاهر فکر کنید که همونطور که شد خودتون مدرن شدین، جامعه هم میتونه سریع دموکراسی رو بیاموزه. این مسئله بسیار دقیق بود به نظر من اتفاقا از دیدگاه شاهزاده، ولی انقدر راحت اومدن، نادانها پذیرفتن، داناها باید بدانن که ایشان معنای این حرفش چی بود. معنا این بود که جامعه ایران بسیار خطرناکه، دشمنان داخلی و خارجی بسیار خطرناکن، و اگر شما باز هم خطای افغانستان رو انجام بدید، خود شما و سربازان شما گرفتار خواهند شد، خود شما گرفتار ببین جمهوری اعلام کرد، جمهوری از جمهوری اسلامی از ایران شروع شد و با ایران باید تمام بشه. این خیلی مهمه. و جمهوری اسلامی از زمانی که اومد، امت پروری کرد طبق صحبت های ایشون که واقعیته، و این امت پروریش دیدیم که با سوریه و لبنان و یمن و عراق چی کرد، واقعا زیر رو کرد، و
و این همه پناهنده متعصب در کنارشونم داعشوار و طالبانوار و حزب‌اللهیوار وارد دنیای غرب شدن. دنیای غرب خیلی خطرناک شده آقای میبودی، و این فریاد بسیار فرم و کایند. ببینید خیلی محترمانه صحبت میکرد، بادی لنگویجش قشنگ استوار بود، اینجوری نبود، اینجوری بود. این خیلی مهمه. یعنی و وقتی کلمه منو استفاده میکنه داره دیگه میگه من جون گرفتم، من متوجه شدم که مردم منو میخوان، مردم به من اعتماد دارن، ولی نه به خاطر اینکه مردم به من اعتماد دارن. آفرین به خودش که انقدر ثابت کرد به مردم که مردم بتونن بهش اعتماد بکنن. تا به حال من همیشه میگم سوفار، تا به حال، تا به حال روز به روز اعتمادش بیشتر شد در داخل ایران و خارج از ایران. و هرچی اعتماد ایشون بیشتر میشه دشمنان هراسناکتر میشن شدیدن، و همین باعث میشه که این مسئله شر مطلق رو اگه یادتون باشه میگفتن شاهزاده است که نمیذاره، شاهزاده است که نمیذاره ما همبستگی داشته باشیم. یعنی کاری که با ترامپ کردن دموکرات ها، اینا دقیقاً با شاهزاده تلاش کردن شر مطلق درست بکنن، و با این شر مطلقشون شستشو مغزی داده شدن یه سری جوانها در آمریکا، و دیدیم چه فاجعه ای شد. و همین خاطر وقتی میگه من دیگه نمیگه، نگفت ما، این دقیقا مخالفینش رو ترساند، دقیقا مخالفینش رو هراسناک کرد، و دقیقا ما همینو میخوان، ما این قدرت رو میخوان، قدرتی که فرمه و کاینده و محترمه و نشون میده که انسانیت دارم، دموکراسی رو میفهمم، جنگی با شما ندارم، اما در کنارش من دارم میگم آزادی ایران آزادی شماست، آزادی ایران آزادی خاورمیانه و جهانه. و این مسئله بسیار بسیار به نظر من مهم بود که خوشبختانه ایشون خیلی خوب در موردش صحبت کردن. من اصلا تا به حال یه همچین سخنرانی از ایشون انقدر ذوق زده شده بودم وقتی که اولش هم به انگلیسی گوش میکردم، فقط همینطور هی میخندیدم، بعضی وقتا هم حقیقتا چشمام پر اشک میشد، برای اینکه طرفداران پادشاهی خواه، طرفداران پادشاهی خواه و نه سلطنت طلب، اینا متفاوت. طرفداران پادشاهی خواه متعصب نیستن و دقیقا همین صدا رو میخوان، سلطنت طلب هم این صدا رو میخوان. اما امیدوارم ما هرچی بیشتر به اون پادشاهی مشروطه فکر بکنیم، برای اینکه قرن 21 و ما باید فکر بکنیم که ما سلطنتی نمیخوایم، ما یک پادشاهی مشروطه میخوایم، و حتی اگر سلطنت هم هست یک نمازج میخوایم و یا یک رئیس جمهور. حتی من یه بار گفتم در چندین بار، اگر حتی قرار شد در ایران آینده پادشاهی رأی نیاورد و جمهوری رأی آورد، امیدوارم اولین رئیس جمهور ما خود شاهزاده رضا پهلوی باشه. ممنونم، تشکر میکنم. چند نکته هم یادآوری که از شاهزاده رضا پهلوی که من نظرم لازمه ایالات متحده آمریکا، دستگاه دیپلماسی یا کسانی که سیاست خارجی در مملکت رو تعریف میکنن بهش توجه داشته باشن. یکی که در ایران این نکته دوباره تکرار شد، در ایران مردم از روی پرچم آمریکا که جمهوری اسلامی پهن میکنه در برابر ادارات یا دانشگاه رد نمیشن، بلد شدن بپرن. یعنی مردم وقتی پرچم آمریکا رو میبینن از روش میپرن، از روش رد نمیشن، یاد گرفتن اینو. یه پرچم اسرائیل فرق نمیکنه، در این زمینه یادآوری شد، این خیلی مهمه. برحال آمریکایی‌ها بر پایه نظرسنجی های گالوب ایران رو جزی کشورهای دشمن خطاب میکنن. چهار قدرت رو دشمن میدارن، یکی چین، روسیه است، کره شمالی، ایران. ایران جزیش. ولی واقعیت اینه که مردم ایران متحد مردم آمریکا، مردم آمریکا رو دوست دارن، ایران متحد طبیعی آمریکاست. این توضیح رو اما رسانه ها در آمریکا نمیدن. ایشون این توضیح رو به قانونگذاران آمریکا داد یا محافظه‌کاران این مملکت، دولت مردان این مملکت، که ایران رو از دست ندید، به ارزانی از دست دادید. افغانستان گروه طالبان گروه بومیه، جمهوری اسلامی شبکیه ترور بین المللیه، با حوثی ها کار داره، با باب المندب کار داره، با مدیترانه کار داره، با ونزوئلا کار داره، با عملیات قاچاق در مرز مکزیک به ایالات متحده آمریکا کار داره. یعنی سازمان مخوف مافیایی است، در لبنان کار داره، در عراق کار داره، در سوریه
مردم سوریه رو به روز سیاه نشونده، 500 هزار نفر فقط در سوریه کشته. خیلی متفاوته با طالبان. طالبان بیگناه در برابر جمهوری اسلامی، یه حکومت، یه حکومت قارنشینه، ادعایی هم نداره، یه قدم اون ورتر از مرز هم عمل نمی کنه. جمهوری اسلامی به حد خودش هم قانع نیست، همه چیز رو میخواد و مثل یه سازمان مخوف تبهکاری داره عمل میکنه. این تفاوتش هست. به اضافه مسائل دیگری که به نظرم گفتنش لازم بود که آمریکایی‌ها بدونن، یادآوری کردن وقتی 11 سپتامبر رخ داد، فقط و فقط در خاورمیانه این مردم ایران بودن که باشم بودن تو خیابونها رژه رفتم و گریه میکرد، با آمریکایی‌ها همدردی کردم تو اون شرایط. خب خانم میترا چیزی میخواستید بگید؟ بفرم. و میخواستم بگم پوینت، یکی از پوینت ها همین مسئله و حتی هفته اکتبر که پیش اومد چقدر ایرانی ها حمایت کردن اسرائیل رو، در صورتی که جمهوری اسلامی برعکسش سعی میکرد نشون بده. و پوینت دیگه ای که شاهزاده صحبت کرد تو صحبتاش در مورد اقتدار خود مردم، این پروژه مردمی رو باز کرد که ما احتیاج به فاند شما نداریم، ما احتیاج به ارتش شما نداریم، ما میخوایم شریک ما باشید، همراه حامی ما باشید. و این مسئله خیلی خیلی مسئله مهمیه، چون قبلا هم اگه یادتون باشه گفته بودن که این میخواد که آمریکا بره نجاتش، نجات ایرانی رو، ایرانو از جمهوری اسلامی بگیره و ایشون شاه بشه. و این دوباره یکی از صحبت‌های بسیار مهم بود که دهنا رو ببنده، دهنای گاله رو واقعا ببنده، چون این دهنها دهنهایی است که به این آسونی نمیخوان ببندن. و در صحبت دیگه‌اش که خیلی دوباره مهم بود گفتش که خیلی از شخصیت‌های مهم به من گفتن که یعنی دیگه بذار کنار این حرکت رو، بذار کنار این آزادی ایران رو، امکان پذیر نیست، ولی من سفت و محکم ایستادم. من همون موقع اتفاقا یاد دکتر نوری علام افتادم و یکی از دوستانم که صحبت می‌کردم دو سه روز پیش، گفتم در تمام سالها دکتر نوری علا سفت و محکم در مورد موضع خودش ایستاد و ناراحت نشد از اینکه ازش ناراحت بشن و سفت و محکم همچنان در سن 81 سالگی داره ادامه میده و گیواب نکرد، کوتاه نیامد. شاهزاده دقیقا این صحبتش این بود که حتی تلاش کردن که منو ناامید بکنن، ولی من سفتر و محکمتر ایستادم برای آزادی مردمم، برای آزادی ایران من، ایران کهن من که کوروش بزرگ ما داشتیم و حال میخواییم در آینده یک ایران بسیار بسیار بهتر از گذشته طبیعتاً درست بکنیم که مطمئناً خواهد شد. اما فراموش نکنیم که ما دموکراسی رو باید بیاموزیم، اینو فراموش نکنیم. دموکراسی رو به این آسونی، یک سیستم سالم میخواییم در ابتدا که دموکراسی رو بیاموزه تا ما بتونیم اون آرزوهای بهترمون برای نسل‌های آینده باشه. جلوریان. بله، عرض کنم که اولا تشکر میکنم از اظهار لطفی که خانم دکتر نسبت من نشون دادن و خواستم یک نکته ای رو راجع به یک کلمه ای که ایشون در قسمت قبلی برنامه اظهار داشتن بگم. من معتقدم که این کلمه فراجناحی فریب دهنده است. برای اینکه یه موقعی بعد از اینکه این انقلاب شد و شاهزاده بیرون بودن و عده‌ای دورش بودن، حرفا مرتب بهش میگفتن شما وارد کار سیاسی نشید، برای اینکه پادشاه یک مقام فراجناحیه، پادشاه مجاهدین هم هست، پادشاه کمونیست هم هست و غیره. و این خودش یه ترمزی شده بود برای ایشون که من دست به هیچ کار سیاسی نمیتونم بزنم، هیچ موضعی نمیتونم بگیرم برای اینکه من در اون مقام قرار دارم. من ایشون رو هرگز اونجور ندیدم. من به سخن ایشون اعتقاد دارم که میگه اصل مهم در هر مملکتی اینه که سیستم جمهوریتی باشه. جمهوریتی یعنی به اراده جمهور مردم، جمهور یعنی اکثریت، به اراده جمهور مردم اداره بشه. حالا اگر که مردم دلشون خواست که این مقام نمادینمون بالا داشته باشن اسم شاه باشه یا رئیس جمهور باشه، اینا تفاوتی نمی کنه وقتی که با این رو میپذیریم. اما اون چی که برای من مهمه اینه که ایشون به تدریج در این 10 ساله اخیر به نظر من از این مفهوم فراجناحی بیرون رفتن و مسئله سکولار دموکراسی رو جانشین فراجناحی کردن. یعنی ایشون میگن که من خواستار یک حکومت سکولار و دموکرات هستم. سکولار دموکراسی هم ایجابیه
هم سلبیه و هم ایجابی. یعنی به این معنی که وقتی که میگه که من سکولاریزم رو برای مملکت خودم توصیه میکنم، یعنی حکومت مذهبی باطل است، باید بره بیرون، حالا مجاهد باشه، عرض کنم که ملی مذهبی باشه، هر کی میخواد باشه، حکومت نمیتواند مذهبی باشه. پس ایشون دیگه فراجنایی نیست، میگوید که من با اون عده موافق هستم که میگویند حکومت باید سکولار باشه، و در جوف اون مسئله دموکراسی رو ایشون مطرح میکنه. بنابراین با سیستم هایی مثل اینکه ما میخواییم حکومت شورایی برقرار بکنیم، دیکتاتوری پرولتاریا رو برقرار کنیم، با اونا هم موضع‌گیری میکنه. در نتیجه من فکر میکنم که سکولار دموکراسی که ایشون در هر صحبتی که میکنه بهش اشاره میکنه و به کار میبره، نشانه این است که ما از اون توهم فراجناهی که یک پادشاه باید داشته باشد، ایشون رو میبینیم که تبدیل به یک فعال سیاسی میکنه که موضع گیری میکنه، جبهه میگیره در مقابل دشمنان مملکت ایران و با اونها وارد مبارزه میشه. این دیگه فراجنایی نیستش، این یعنی که من یک جناح معینی رو دارم و پای اون حرف ایستادم. تشکر. دکتر جالبی بود آقای دکتر نوری. الان بنابراین به نظرم اگر توی این ماجرای همبستگی و همداستانی همه ما برای آینده ایران روی حق شهروندی تکیه بکنیم، این که هر ایرانی این وسط حق داره نظر، شما داریم کسانی در بین مثلا سازمان مجاهدین خلق که من اختلافی بین اونها مثلا و گروه های دیگر نمیبینم، یعنی اونها دلشون میخواد واقعا یه راهی پیدا بشه و اون سمت برن. یعنی اگر ما روی تفرد، روی افراد تکیه بکنیم شاید خیلی بهتر باشه، یعنی تکلیف روشن‌تر باشه، تا اینکه احزاب تبدیل بشن به مانعی برای اینکه مثلا یه گروه بپیوندن به این تشکلی که داره پدید میاد، پروسه‌ای که شروع شده برای ایجاد تشکل و همبستگی و از این قبیل. هم چند گروه هستن که دارن این کارو انجام میدن، در نهایت سعی سر همین سکولار دموکرات‌ها هستن، جبهه آبان، حزب مشروطه ایران، شماری گروه ها و احزاب دیگری هم هستن که دارن این کار رو انجام میدن. ولی از این پس واقعا اگر تکیه روی حق شهروندی ایرانی ها بشه برای پیوستن به این جمع، به نظرم کار راحت تر میشه دیگه، مانع تحزب از بین میره. چون گاهی وقتا این تحزب با خودش یک سنت های فکری مربوط به گذشته رو داره کماکان حمل میکنه و این شده اسباب برای خود اونها مشکل ایجاد کرده، نمیذاره یک قدم جلوتر برن. بفرمایید خانم، میرم نظر خانم خانم بابا بفرم. ببین دکتر نوریالی از موضوع خیلی مهمی رو باز کردن. مسئله اینجا اینه که به نظر من خیلی خوب شد که اول با فراجناهی رفتن جلو، خیلی خوب شد که با پیمان نوین، بعد مهسا، همینطور پله پله با همه ایشون نشستن. به نظر من این کارشون درست بود، برای اینکه همین باعث اعتماد بیشتر برای مردم شد که نشون داد، عملا نشون داد، با تئوری نبود، شعار نبود، عملا نشون داد من در کنار همه شما می نشینم برای آزادی ایران. و دیدیم که هر بار این مسئله شکست خورد و خود اونها هم نتونستن بین خودشون همبستگی رو ایجاد بکنن، و این به نظر من میمون بود، مبارک بود این قضیه که اثبات بشه به خود آنها و به مردم اثبات بشه، به ما اثبات بشه که واقعا سره از ناصره جداست و تشخیص مشخص باید بشه. به اضافه اینه که حزب درست نکردن خیلی خوب بود. الان تو این شرایط وقتی اینجور اقتدارشون نشون میدن و به نوعی همون، چرا انقدر وحشت زده شدن؟ برای اینکه از ارتجای سرخ و سیاه گفت، برای اینکه از موقعیت خودش از من گفت، برای اینکه از ظاهرشاه گفت، برای اینکه از مشروطه گفت، چون ظاهرشاه هم دقیقا مثل ایران دقیقا یه مشروطه درست کرده. اینجا وقتش، یعنی هر چیزی وقت خودش رو میخواد، اگر زمان خودش نباشه همه چی خراب میشه. اگر ایشون یه خورده قلدری در گذشته از خودش نشون میداد، امکان با این همه دشمن امکان نداشت بتونه این همه اعتماد جلب بکنه. و من به نظر من پله پله رفتن این قضیه
و به موقع صحبت کردن و به موقع جناح خودش رو و موزه خودش رو صحبت کردن بهترین زمان بود که اتفاقا قبل از ترامپ بود و ترامپ یه دفعه این اتفاق افتاد، یعنی یک اتفاق بیمونی برای تمام شد. خانم میسرا، خانم دکتر بابک عزیز، ممنونم میسرا خانم، سپاسگزارم. آقای دوریانا تشکر میکنم، فوق العاده بودید، هر دو عالی.